کشتی به عنوان ورزش ملی ایرانیان ریشه در ورزش باستانی دارد. ایرانیان درباره کشتی و آداب پهلوانی افسانه ها و روایت های بسیاری نگاشتند. ورزش باستانی در دوران صفویه و زندیه رونق بسیاری یافت و در هر شهر پهلوانان از احترام زیادی برخوردار بودند. در دوران قاجاریه علاقه به این ورزش افزایش یافت، به طوری که در تمامی روزهای تعطیل پهلوانان در میادین شهر به کشتی گرفتن می پرداختند. با گذشت زمان در کنار زورخانه ها باشگاه ها نیز شکل گرفت، اما پیوند مکتب پهلوانی با سکوهای قهرمانی این ورزش ملی در کوچه پس کوچه های محله خانی آباد تهران رقم خورد. غلامرضا تختی با تمرین و پشتکار فراوان در سال 1330 در وزن منهای 79 کیلوگرم به عضویت تیم ملی درآمد. در سال 1951 در نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، با وجود آنکه 21 سال بیشتر نداشت، نایب قهرمانی را از آن خود نمود. غلامرضا تختی در کنار قهرمانی تبلور صفات متعالی مکتب پهلوانی بود و در میان مردم از محبوبیت فراوانی برخوردار بود. با حضور مقتدرانه تیم ملی کشتی در میادین جهانی، نگاه ها به سمت این رشته ورزشی معطوف شد و پیروزی های دلاور مردان تیم ملی کشتی باعث اقبال عمومی مردم به این ورزش ملی شد. با تغییر شیوه زندگی و تنوع یافتن رشته‌های ورزشی و سرگرمی‌های عمومی، بیم آن می‌رفت
که محبوبیت رشته کشتی کمرنگ گردد. اما پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در توسعه این ورزش پهلوانی و قهرمانی بود. شهر شیراز با گذشته درخشان در ورزش باستانی و پهلوانی و پرورش کشتیگیران نام‌آور در سطح جهان در آستانه یک رویداد بزرگ جهانی قرار می‌گیرد. وقتی میگیم شیراز جایگاه فرهنگی کشوری داره، یه جایگاه معنویش کشوری داره، یه جایگاه ادبی کشوری داره، طبعاً جایگاه ورزشیش هم در کنار مسائل اجتماعی فرهنگیش هست. بهترین مکانی که میشد این مسابقات برگزار بشه مجموعه ورزشی شهید دستقی بود که یک سالن بسیار بسیار قدیمی و پیر و تقریبا فرسوده بود. تمام دستگاه استانی، مدیر کلای استان قول همکاری صمیمانه دادن. ما در زیر ساختم از اوایل اسفند ما مشغول به آمادسازی مکان شدیم. مجموعه ورزشی شهید دستقی مشکلات زیادی رو داشت. کار مسابقات جهانی از روزی که به صورت یه فکر بود و حالا فدراسیون تصمیم گرفته که تو ایران باشه، بعد مسئولین تصمیم گرفتن تو شیراز باشه، من کمابیش در کم و خم کار بودم که چقدر تلاش ها شد، چه کارهای انجام شد تو هیئت، تو تربیت بدن و از جوانان شیراز، جناب مهندس کرمی، آقای کشاورز، آقای هاشم نژاد، خود آقای سالاری چقدر تلاش کردن. تو زمستون پارسال ما آمدیم اینجا رو بازدید کردیم، گفتن که باید چه تغییراتی سالن بکنه. دسته یکی از قدیمی ترین مجموعه ورزشی کشور محسوب میشه که تو محله قدیمی شیراز، محله دروازه کازرون، که قهرمانی مثل امید نوروزی، قهرمان المپیک، از این محله برخاست.
طبق برنامه‌ریزی که ما داشتیم سالن رو به اتمام کاراش، کار اجرایی رو ما از 4:12 شروع کردیم و به طور شبانه روزی، چون مسابقات احمد خاصی برای شیراز داشته، ما در واقع با تمام توانمون این کار رو شروع کردیم، ادامه دادیم و خدا رو شکر الان هم که می‌بینید به نحو مطلوب کار انجام شده و مراحل پایانی کاره. ابتدا تمام زیرساخت‌ها رو عوض کردیم، شامل کف‌ها رو برداشتیم، دیوارها رو عوض کردیم، تمام سقف سالن رو عوض کردیم، سیستم نور رو بروز کردیم، سرمایش و گرمایش رو سرویس کردیم، آماده بهره برداری کردیم و همینجور که می‌بینید صندلی پوک کردیم تا ایشالله می‌تونیم به نحو مطلوبی این مسابقات برگزار بشه. چهار ما همه رو پاکن کردیم، درخت‌ها رو هرس کردیم و آماده یک کاشت چمنه. این فضای سبز هم از جلو در ورودی شروع کردیم تا جلو در سالن ادامه پیدا می‌کنه و آخر مرحله‌ای که ایشالله انجام میشه بحث محوطه سازی آسفالت محوطه است که ایشالله ظرف یک دو روز آینده به اتمام خواهد. ما مردم شیراز معروفیم به مهمان نوازی، فکر میکنم این سری هم بتونیم سربلند بیام بیرون. اون رفیق اونم بره اون برو وایسه. محسن تو بکش، کمک محسن بکش، کمک محسن بکش. چوبه جا کنم. چوبه جا کنم. محسن. مدرسه کشتی شیراز که ذوق زده شدن به خاطر جام جهانی دیگه تو سالن خودشون برگزار میشه، سر از پا نمیشناسن، دارن کمک میکنن اینجا. جام جهانی کشتی فرنگی شیراز. در آستانه یک رویداد بزرگ تاریخی همه در تلاش هستند تا جام جهانی کشتی فرنگی با شکوه هرچه بیشتر برگزار گردد و برگ زرینی به تاریخچه ورزشی این دیار افزوده شود. همت بلند و تلاش‌های شبانه روزی مردم و مسئولین نوید بخش عظمت و شکوه برگزاری جام جهانی کشتی در شهر پرآوازه شیراز است. Still, I'm been here the inspection, but at that time there's some very the full. Now very excellent is new making a construction, and I think it's very good us in Benin. دفعه قبل چک کردم شلوغ بود اینا، ولی الان با ساخت و سازهایی که داشتیم خیلی خوب شد، بهتر شد از قبل، خیلی خوبه. فکر می‌کنم شیراز میتونه میزبان خوبی برای جام جهانی باشه. Do you think Shiraz gonna be good place for the World Cup? Yeah. Almost famous the Iranian Shiraz
city. I like very much the having here. Today I said things the excellent also histories, culture, long histories. I hope so. Thank you. میگه دوست دارم شیراز شهر تاریخی هست و خیلی معروفه در ایران، یکی از شهرهای معروف ایرانه و ما خیلی دوست داریم، امیدوارم که خوب باشه و خوش بگذره. شیراز не только исторический город, но и спортивный город. Shiraz is not only a historical place, it's also a sports place. Shiraz فقط تاریخی نیست. Shiraz شهر ورزشی هم هست. Иранские борцы очень сильные. Они прославили не то, прославили Иран на весь мир. Вот. Мы, она богата своими историями спортивными, борцовскими. Shiraz شهر معروف با کشتیگیرای خوبی که قهرمانایی که داره ما میشناسیم. قهرمانای خوب و ایران هم میدونه که کشتی ایران یکی از کشتی‌های خوب سنتی در جهان و معروفه و من میدونم ایران برای قهرمانی میخواد بجنگه و قهرمانی رو بگیره. ما خوب می‌دونیم ایرانسکو борьбу это Тахти, Хабиби. Вот мы ещё детьми когда боролись, сами знали об этих людях, которые прославили Иран. И впоследствии вот выступление греко-римлян на Лондонской Олимпиаде, где они завоевали 2 золотых медали. Я думаю, иранские борцы, они одни из сильнейших в мире борьбой и хотят стать сильнейшими борцами. И это даст большой толчок и стимул для развития борьбы в Ширазе. Хали муэмми кеймо дар дунья хамише ту марказ اینجور مسابقه رو نداشته باشیم و در شهرهای خودمون بیاریم نشون بدیم، نه تنها شهر ما رو بشناسن بلکه جوان ها بچه های ما بیان تشویق بشن این مسابقات رو ببینن و بیان ورزشکار بشن و بیان در این مهم که هم شناختن شهر ما هم شناخت ورزش ما هست و کمک کنن و موفق. ما در ایران کشتیگیرای خوبی رو می‌شناسیم از قدیم، مثل آقای تختی و حبیبی که از کشتیگیران خوب تاریخی این کشور هستن. من موقعی که بچه بودم این کشتی‌ها رو دنبال می‌کردم چون به نزدیک بودم دوست داشتم و همچنین قهرمان‌های خوبی داره ایران. کشتیگیر شما، فرنگی کار شما در المپیک قبلی 3 مدال طلا گرفتن که یکیش مال همین شهر امیدواریم. 20 ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی خود وارد شیراز شدند تا جام جهانی را در این شهر بالای سر ببرند. تیم ملی کشتی فرنگی در شرایطی برای برپایی اردوی 8 روز خودش وارد شیراز شد که اکثر کشتیگیران مطرح و عنواندار رو در ترکیب خودش داره. ما همه بچه‌هامون آماده و خوب، امیدوارم که به اصطلاح شرایطی به وجود بیاد که همه مردم شیراز خوشحال بشن، تیممون هم قهرمان بشه. چند تا کشتیگیر اومدید و به هر حال کشتیگیر عنواندار چند تاشون هستن؟ تقریبا فقط همین سوریان همراهمون نیست که 48 ساعت دیگه ملحق میشه به تیم، همه نفرات هستن. در مورد اینکه خودم کشتی میگیرم، با سلادید کادر فنی احتمال داره یکی دو تا کشتی بگیرم. هر وزنی دو تا کشتیگیر در واقع تیم داره؟ بله. چه وزنی هستی؟ همون 66 کیلو هستم که من با آقای زیدوند هستیم توی این وزن. خب شیراز بسیار شهر بزرگی از نظر کشتی فرنگی، یکی از قطبای کشتی فرنگیه که قهرمانان بسیار زیادی داشته و اینکه تیم کشتی فرنگی برای مسابقات جام جهانی که هفته بعد در شیراز برگزار میشه با تمام قدرت با تمام توانش حضور پیدا کرده و انشالله بتونه تو شهر شیراز قهرمان دنیا بشه. به نظر میاد آثار مثبت برگزاری جام جهانی کشتی در شیراز پس از این مسابقات هم ادامه خواهد داشت. ما انشالله برنامه داریم که با استفاده از تجارب قهرمانای خوبمون و پیشکسوتای خوبمون در کشتی انشالله یه آکادمی کشتی در شهر شیراز افتتاح بکنیم بعد از مسابقات. مجموعه تختی رو انشالله میخوام یک بازسازی اساسی بکنیم. Можно узнать, весы здесь есть там, весы, чтобы ребята взвесились? Взвесили, да, сегодня. Сейчас. Хорошо, спасибо.
ایران شیراز اینجا شهریه که متعلق به همه عاشقان این سرزمین مادریمون هستیم. خیلی خوشحال هستم که امروز در شیراز هستم. اومدیم تو سالن کشتی پهلوان تختی، زنده یاد تختی عزیزمون، این پهلوان واقعی سرزمین مادریمون، و در تمرین تیم ملی کشتی فرنگی هستیم که مسابقات جهانی در شیراز برگزار میشه. گذشته این مسابقات تو کشورهای شهرهای مختلف بود که باید هزینه های زیادی رو میدادیم میرفتیم نگاه کنیم، ولی الان به لطف مسئولین داخل شیراز داره برگزار میشه و هیچ هزینه نمیخواه بدیم و باعث میشه قهرمانان جهان المپیک از کشور خودمون مثل امید نوروزی، حمید سوریان، قاسم رضایی و بقیه و از کشورهای دیگه روسیه، بلاسد اینا بیان و اینا رو ببینیم و ازشون الگو برداری کنیم. من خیلی خوشحالم که مسابقات تو اینجا داره برگزار میشه، شهری که هم مردمش هم مسئولینش سنگ تموم گذاشتن تو این چند روزی که ما اردو داشتیم اینجا. واقعا جای من به عنوان سرپرست از طرف کاد، از طرف کشتیگیران تشکر میکنم از این همه اتحاد و وحدتی که توی بچه های شیراز دیدیم و امیدوارم که با قهرمانی این مسابقات بتونیم تمومش کنیم. یک کار خیلی بزرگ، یک کاری که باید مثلا تو یک سال انجام میشد در مدت 3 ماه با تلاش با عشق آمدند و کار کردن. ایشالله که سازمان ورزش کمکی بکنه به این شهرستان، مخصوصا شیراز که نام بزرگی داره در این سرزمین. شهر بسیار خوبمون که در تمام دنیا، شیراز شهر شعر، شهر عشق، شهر معرفت، و خوشحالم از این مردم بزرگ و ارزشمند کشور ما که در شیراز رو اگه فکر میکنم انتخاب کردن بسیار انتخاب مناسبی بوده، چون شیرازی میدونید خارج از کشتی عاشق فرهنگ ما فرهنگ اون به شیرازی ها بسیار بدهکاره و اینجا هستن کسایی که سالیان سال در کشتی این سرزمین بودن، آقای نوروزی، آقای گرایی عزیز، آقای حسین ملاقاسمی که از پیشکسوتان کشتی هستش. من حسین ملاقاسمی هستم، قهرمان اسبق جهان و جزو شورای کشتی فرنگی و ناظر کمیته المپیک هستم برای نظارت بر کشتی فرنگی. این مسابقات که خوشبختانه در این استان عزیز و مردم پرمحبت انجام شده بازده بسیار بزرگی برای نسل جوان داره. این مسابقات باعث میشه نسل جوان گرایش پیدا کنن به کشتی و گرایش پیدا کنن به ورزش، چون هر چی جوان ها رو به ورزش بیان جامعه سالمتر خواهد شد. بسید این اونال میاد کشتی رو میره، انگیزه وجود میاره، امکانات بود به عمل بر امکانات میره بالا، خیلی اثر مثبت داره. خانواده ها میبینن کشتی رو میبینن، علاقه پیدا میکنن. بعد از این قول شرف بهتون میدم این سالن پر از تماشا چی میشه، چی میشه، کشتی گیر میشه، مخصوصا اونال و جوانان.
خیلی از بچه هامون آرزوی دیدنش رو داشتن بیاد توی سالن تختی و با بچه ها تمرین کنه، انگیزه بزرگی ایجاد میکنه. همونطور که مشاهده می‌فرمایید تمرینات تیم ملی کشتی روسیه رو مشاهده می‌فرمایید در سالن تختی شهر شیراز، روس‌ها امروز وارد شهرمون شیراز شدن و مورد استقبال گرم کمیته استقبال قرار گرفتن. اولین باری که مسابقات جام جهانی در یک شهرستان داره برگزار میشه به غیر از تهران، این یک روزی که توی شهر شیراز بودین شهر رو چگونه دیدین؟ برای اولین بار در شیراز اومدن و سه بارم که در تهران برگزار شده ما هم شرکت کردیم. بوده دوچن دیجلو نمی پستارایم سویتی فینال. برنامه اصلی ما رسیدن به فینال و المپیک 100% و میدونیم که کار خیلی سختی داریم در این مسابقه. این باربا کاویور پاکاجید شو بوده دالشه. این ورزش یک نوع جنگ و دوشک روی دوشک همه چی نشون میده که تیمی آماده است که توی روز دوشک، تیمی آماده است که خوب تمرین کرده باشه و ببینیم خودمون چیم. همیشه پیروز سیلی. همیشه پیروز کسی که قوی تر از همه است. میخوام بریم سراغ والری کاپایف، یکی از قهرمانان سابق روسیه که الان در کسبت مربی در خدمت تیم ملی روسیه است. پرهرالی واشمو الیمپیسکومو چمپیونو لندنی زاور کرومگامیدو. من آخرین مدالی که گرفتم بازنده ایشون شدم، امید نوروزی سال 2011. در سال 2011 هیچ میدونستی یه روزی بیان به شهر امید نوروزی و مسابقات جام جهانی بخواد توی اون شهر برگزار بشه؟ تنها قهرمان این شهر. думали ایران большой город и у вас как бы нет такой по городам. Мы думали все у вас спортсмены находятся в Тегеране, в столице. من فکر کردم که ایران خب بله کشور بسیار بزرگه و اکثر تمام کشتیگیرا همه در یک شهرن، ولی فکر نمی‌کردم که ایشون از شیراز بشه، منم یه روز بیام شیراز. افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2016 کشتی هستش که فعلا ما به صورت امتحانی داریم کار میکنیم که انشالله برای پنجشنبه که ساعت 5 رو بحث برنامه افتتاحی است بچه‌ها دچار مشکل نشن، یکم منظم باشیم، رژه و تیم ها هست.
چیزایی که مشاهده میکنی ترازوی و مختص هر تیم یه دونه داره، کشتیگیراشون رو چک میکنن، مربی ها میشینن چک میکنن کشتیگیراشون رو که آخرین لحظه وضعیت و وزناشون رو دارن چک میکنن، چون تقریبا 40 دقیقه دیگه بیشتر نمونده به شروع بسکشی. هیچ مشکلی الحمدلله بچه ها از لحاظ وزن‌کشی ندارن و همه سر و وزن. الحمدلله خوب خدا رو شد. نه من همه بچه ها خدا رو شد. فکر میکنید که توی ترکیب هستی اعلام کرده محمد آقا بهتون؟ بله دیگه بنده میگیرم با آقای بروجان زده دو تایی دیگه اوکی هستین، ولی کشتی اول مشخص شده که نه هنوز متوجه نه هنوز بله بشیرم که سر وزن بله بله شنم خوب سر وزن. چقدر امید داری به مولان پیچ؟ نفر اول باشیم توجه باشیم کشتی میگیره بقیهش نداری که کاری بنده میگیره. قاسم رضایی قهرمان المپیکی مون با چهره دوست داشتنش چنگی بذارم اینجا رسو خیلی زور داره، ولی میگم تو اردو اصلا سر صداش بیرون نمیاد، هیچ که صداش رو نمیشنوه، بس بچه خوبیه. یعنی مرام پهلوانی رو تموم داره، از هر که من پرسیدم همین رو بهم گفت.
کم جمعیت هم زیاد حالا شال مسابقه بعد 50 سال دیگه استادیوم بهتری بزرگتری چی 50 سال دیگه دوره دیگه المپیک تو شیراز بعد داشته باشه من شال المپیک دوره هم یافته امیدواری میبینم اگر دوباره میشه به خوبی قزنا شیراز ایران هم قرار بگیره حالا که بچه ما ببرن پیروز بشن با امید خدا
امید جان با امتیاز عالی حریفتو شکست دادی، چطور بود رقابت؟ به نام خدا عرض سلام و ادب دارم. خب خدا رو شاکر هستیم که تونستیم توی شهر خودمون یه خوشحالی رو به مردم بدیم. انشالله که بتونیم توی فینال هم مقابل روسیه یه نتیجه خوب و قابل قبول کسیم. انشالله. خیلی تماشاگران تشویقت میکردن. خب نسبت به ما مردم شیراز همیشه لطفشون زیاد بوده. انشالله که این خوشحالی کامل بشه. و امید نوروزی واقعا تو این شهر، تو یعنی شهر شیراز که شهر خودش هست، باعث یه به اصطلاح شور و اشتیاقی تو تماشاگرها و ورود تماشاگرها و پشتوانه‌های اصلی ورزش به سالون شده که خدا رو شکر تونست با امتیاز برتر 8-0 حریفش رو ببره. شوکه شدم این جمعیت خیلی خوشگل رو دیدم و بعد امنیت بسیار بسیار بالا و بعد مهمانی بسیار خوب، بچه‌ها در جای خوبی اسکان دارن، هم لحاظ غذایی هم لحاظ اسکانشون همه چیور خوبه. من واقعا لذت بردم از این مهمان نوازی شیرازی ها. آرزو میکنم که بازم یه سفر دیگه بتونم در کنار این مردم خوش مشرب شیرازی باشم. عزم مسابقات چطور؟ بسیار عالیه. من تشکر ویژه باید بکنم از مسئولین هیئت کشتی استان فارس، همینطور اداره کل ورزش و جوانان که واقعا به نحو شایسته این سالن رو آماده کردن. بسیار خوب و با نظم مسابقات داره برگزار میشه. البته تیم اجرایی فدراسیون کشتی هم کمک میکنه توی برگزاری مسابقات، اما انصافا در آماده سازی سالن، محوطه و تمامی نکات فکر میکنم که استان فارس به بهترین وجه من الوجود در واقع رسم میزبانی رو با شایستگی به جا آورد. آقای عامر، همونجوری که میدونین متعلق به شهر آقای امامرضا است، خراسانی و مشهدی. باز شما رقابت‌های زیادی رو رفتین، جهانی، المپیک، بازی‌های آسیایی. این وضعیت میزبانی ما شیرازی‌ها چه جوری بوده؟ این چیزی که الان دیدین از سالن و وضعیت حاکم. خب ببینید، من مسابقات زیادی اومدم شیراز، جام تختی دو بار اومدم، انتخاب تیم ملی بوده، قهرمانی کشور بوده، مسابقات زیادی اومدم، همیشه خوب بوده، همیشه شیراز میزبان خوب بوده، خوبه بوده، به خاطر اینکه دوست داره خوب باشه، دوست داره مهمان نواز باشه. این بارم که در این حال خیلی کار کردن، مسابقات جام جهانی و سالن در حد استانداردهای جهانی تزیین کردن، همه چیز خوبه، ان شاءالله نتیجه هم خوب باشه تا اینکه مردم شیراز و مردم کشورمون شاد باشن ان شاءالله. تیم سوم این رقابت ها ترکیه میاد که روی سکو قرار بگیره. ترکیه در گروه ما بود و ما موفق شدیم امروز صبح برای سرگروه اونا رو 7-1 شکست بدیم. چه کردن دلاوران ما؟ روس ها میان که روی سکو قرار بگیرن، نایب قهرمان جام جهانی 2016. حالا دلاور مردان کشتی فرنگی کشورمون میان تا روی سکوی قهرمانی دنیا بیستن در سال 2016، مسابقات جام جهانی شهر شیراز، سالن آیت الله دستغیب. عبدالولی طاهری، آقای تمیانی مربی شیرازی.
آقا به همه تو خسته نباشید میگیم تبریک میگم پیروزی تیم ایران رو. میزبانی خیلی خوبی بود در حد خودش، واقعا عالی بود، من به نوبه خودم ازشون تشکر میکنم. دست شما در از میزبانی شیراز واقعا تشکر میکنم، واقعا سنگ تمام بود تماشاگرای خوب شیراز. البته مسابقه تموم شد ولی برای ما هنوز کاراش باقی مونده. هنوز فعلا بله. واقعا تموم شد جام جهانی و اون چیزی که برای ما به یادگار موند این بود که میشه با همدلی و همزبونی یه واقعی بزرگی رو توی شهری کوچیکتر نسبت به کلون شهرها انجام داد. بهترین چیزی که برای اون به یادگار موند این سالونه که بالاخره با همت اداره کل ورزش و جوانان استان فارس تکمیل شد و نه تنها برای کشتی بلکه برای تمام رشته‌های ورزشی به یادگار خواهد موند. بزرگترین رویداد ورزشی سرزمین فارس با سربلندی دلاور مردان کشتی ایران در بهاری از بهارهای زیبای شیراز رقم خورد. تاریخ این رویداد جهانی را با همت والای پدید آورندگانش و ارزش‌های ماندگار آن در خود ثبت خواهد کرد و این پایان راه نخواهد بود.